سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. قصر سفید گفته است که اگر طالبان می‌خواهند جدی گرفته شوند باید با زنان رفتار محترمانه داشته باشند. در این حال وزرای خارجه هفت اقتصاد برتر جهان نیز از طالبان خواستند تا تصمیم خود را در قبال کار زنان لغو کنند. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم تعامل با طالبان میگوید که این سازمان در حال بررسی برگزاری کنفرانس در روزهای آینده برای گفتگو در مورد به رسمیت شناختن طالبان میباشد. و افغان‌هایی که از راه کشورهای آمریکای جنوبی خود را به ایالات متحده رساندند با مشکلات مختلف طی مراحل قانونی اقامت در آمریکا مواجهند. سلام، بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز چهارشنبه 19 ماه اپریل سال 2023 میباشد. این برنامه با شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نگاه مختصر به محتوای برنامه این ساعت آغاز میکنم. نشست ملل متحد در قبال مشروعیت شناختن حکومت طالبان باعث واکنش‌های گسترده شده است. همکارم محمد احمدی جزئیات این خبر و واکنش‌ها به آن را با شما در میان می‌گذارد و خانم نگارم میرداد را با خود خواهیم داشت تا تحلیل تأثیر پیامد این نشست را بر افغانستان و امور آن با شما در میان بگذارند. با ما باشید. در ادامه واکنش‌ها به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع کردن زنان در افغانستان از کار با ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان، قصر سفید گفته است که اگر طالبان می‌خواهند جدی گرفته شوند باید با زنان رفتار محترمانه داشته باشند. در این حال وزرای خارجه هفت اقتصاد برتر جهان یا گروه جی 7 نیز از طالبان خواسته است تا تصمیم اخیر خود را در قبال کار زنان لغو کنند، ولی طالبان بار دیگر گفته‌اند که کشورهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. در حالی که قیود حکومت طالبان بر زنان در افغانستان افزایش می‌یابد، قصر سفید می‌گوید اگر طالبان می‌خواهند تا جدی گرفته شوند باید به زنان احترام کنند. اگر آنان، یعنی طالبان، می‌خواهند جدی گرفته شوند، اگر می‌خواهند ما با آنان گفتگوی واقعی داشته باشیم، آنان باید به گونه‌ای رفتار کنند که به گونه‌ای مثال با زنان به گونه‌ای محترمانه برخورد صورت بگیرد. سخنگوی قصر سفید این اظهارات را روز سه‌شنبه در واکنش به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع کردن کار زنان افغان در ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز کرد. ملل متحد هشدار داده است که اگر این سازمان نتواند طالبان را متقاعد کند تا به زنان اجازه کار در این نهاد را بدهد، آماده است که در ماه می تصمیم خروج از افغانستان را اتخاذ کند. ما یک جا با ملل متحد و سایر شرکای خود اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در ارتباط به این که زنان قادر نباشند کارشان را در سازمان ملل متحد ادامه دهند، این چیزی است که ما در مورد آن نگرانی شدید داریم و این یک اقدام دیگر وحشتناک طالبان است. سازمان ملل متحد حدود 3300 کارمند محلی در افغانستان دارد که حدود 600 نفر آن را زنان تشکیل می دهند. سازمان جهانی صحت نیز هشدار داده است که تصمیم اخیر طالبان می تواند ارائه خدمات صحی در افغانستان را به گونه وسیع کاهش دهد. در افغانستان من از این که طالبان زنان افغان را از کار کردن با ملل متحد در این کشور منع کردند بی نهایت متاسفم. کارمندان زن و کارمندان صحی در ارائه خدمات صحی یا نجات دهنده به نیازمندان حیاتی است. از طالبان می خواهم تا در مورد تصمیمی که ارائه خدمات صحی را به گونه وسیع کاهش خواهد داد و تنها مردم افغانستان را متضرر می سازد دوباره فکر کنند. در عین حال وزیران خارجه گروه جی 7 یا هفت اقتصاد برتر جهان نیز از طالبان خواستند تا تصمیمشان را در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر حکومتی و ملل متحد عوض کنند. وزیران خارجه جی 7 در پایان نشست سه روزه خود در ژاپن با نشر یک اعلامیه تصامیم طالبان را غیر قابل قبول خواندند و اقدامات طالبان را که وزیران خارجه جی 7 آن را نقض سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران و تبعیض علیه اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی خواندند محکوم کردند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اعلامیه به خبرگزاری فرانسه تقاضای وزیران خارجه جی 7 را رد کرده است. سخنگوی طالبان همچنان گفته است که کشورهای خارجی باید در تعامل با کابل وضعیت افغانستان را مطالعه و با دقت نظارت کنند. سازمان ملل متحد گفته است که پس از سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار افغانهایی که زیر خط فقر زندگی می کنند دو برابر شده و به 34 میلیون نفر رسیده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده در امور مصالح افغانستان نیز به روز سه‌شنبه گفته است که انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد تلاش می‌کند تا در اول ماه می با شرکت نمایندگان ویژه همه کشورهای جهان کنفرانس را در مورد افغانستان برگزار کند. در این زمان امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که گام‌های کوچک پیدا شود تا آنان در مسیر به گفته وی به سمت به رسمیت شناختن طالبان بازگردند. اما خبر برگزاری نشست با واکنش انتقادی شماری از فعالین حقوق بشر مواجه شده است. همکار محمد احمدی با ماست با جزئیات بیشتر. آقای احمدی، کمی روی این خبر نظریات ملل متحد و بعد واکنش های روی از او به بیننده ها معلومات بده. سلام خانم رزبه، به شما و بیننده های گرامی. خوب، برگزاری این نشست با حضور سرمنشی ملل متحد در دوحه در واقع تلاش ملل متحد برای جمع‌آوری یا تعامل بین طالبان با جامعه جهانی هست. نکته مهم این است که معاون منشی عمومی ملل متحد امین محمد دیروز در یک نشست ایره مطرح کرد و گفت که تلاش بر این است که به نحوی امیدوار هستند که بتونن طالبان را بر مسیر به رسمیت شناخته شدن اگر بتونن مطابق خواسته ها و اصول و منشور ملل متحد عمل بکنن برسانند. در این باره اشاره کرد که تا به حال تلاش هایی که صورت گرفته برای به رسمیت شناخته شدن جامعه جهانی نگرانی ها روی حقوق بشری بوده از طرف طالبان، اما از طرف کشورهای هم منطقه بیشتر نگرانی امنیتی و اقتصادی بوده. حالا تلاش ملل متحد تلاش داره که هر دو نگرانی را کنار هم قرار بده و بتونه یک نتیجه ملموس را به دست بیاره. خب طبعا انتقادات زیادی از طرف نهادهای شورا شما اشاره کردین که این واکنش ها در گزارش ترتیب شده، با هم ببینیم. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم تعامل با طالبان میگوید که این سازمان در حال بررسی برگزاری کنفرانسی در روزهای آینده برای گفتگو در مورد به رسمیت شناختن طالبان است. امینه محمد در سمیناری که در ریاست عامه و امور بین الملل دانشگاه پرینستون ترتیب شده بود گفت که در این نشست بین المللی علاوه بر دیگران نمایندگان ویژه همه کشورهای جهان برای افغانستان دور یک میز گرد هم خواهند آمد. او تأکید کرد که ملل متحد تلاش دارد که آنان را تا دو هفته دیگر در منطقه گرد هم آورد و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان نخستین نشست را با منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهند داشت. با خاطر که در گفتگوی جامعه بین المللی در مورد افغانستان همسایگان آن دخیل نبودند، جامعه بین المللی در مورد حقوق صحبت کردند و همسایگان در مورد خطرات ناشی از افغانستان و تأثیر آن بر آنها و بنابراین به سرعت موضوعات اقتصاد و امنیت به هم ربط پیدا کردند و لازم هم بود. ما اگر می‌خواستیم از جایگاه جامعه جهانی عمل کنیم، نمی‌توانستیم هر دو را انجام دهیم و ما نظریه ای داشتیم که طالبان اگر با معیار اعضای ملل متحد برابر باشند، بنابراین راهی برای به رسمیت شناختن حکومت آن گروه مطابق اصول و منشور ملل متحد وجود می‌داشت. امین محمد گفت نمی‌داند که این امر ممکن است یا خیر، اما به گفته او این بحث باید اتفاق بیفتد، زیرا طالبان آشکارا خواهان به رسمیت شناخته شدن هستند و این اهرم فشار ملل متحد است. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان نابغت روز سه‌شنبه در رشته پیام‌هایی در توییتر گفته است که انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در اوایل ماه می میزبان این نشست در دوحه خواهد بود. خلیلزاد با استقبال از این نشست اجرای کامل توافقنامه دوحه را به عنوان هدف مشترک برای این نشست توصیه می‌کند.
به گفته خلیلزاد در میان رهبران طالبان در حمایت از توافقنامه دوحه اتفاق نظر وجود دارد. او افزوده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به اتفاق آرا این توافقنامه را به عنوان یک گام مهم تایید کرده است و به گفته وی مقامات حکومت پیشین نیز این توافقنامه را بهترین راهکار برای چالش‌های افغانستان می‌داند. خلیلزاد تأکید کرده است که این موافقتنامه به طور کامل اجرا نشده و از هیچ جایگزینی از حمایت گسترده در میان افغانها و جامعه بین‌المللی نیز برخوردار نیست. با توجه به شرایط کنونی افغانستان، یک نقشه را برای اجرای آن یعنی توافقنامه دوحه نیاز است. برای تهیه نقشه را سرمنشی ملل متحد و نمایندگان کشورها باید با طالبان در جریان گفتگوهای خود جلسه داشته باشد. توافقنامه دوحه به تاریخ 29 فوریه سال 2020 در دوحه پایتخت قطر میان ایالات متحده و طالبان امضا شد، اما در جریان بیش از 3 سال گذشته دو جانب یکدیگر را بارها به نقض این توافق متهم کردند. این اظهارات با واکنش‌های مختلفی از جمله شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر و حیدربار رئیس بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر مواجه شده است. شهرزاد اکبر در توییتر پرسیده است که بحث به رسمیت شناختن طالبان به چه معنی است؟ با پرسیده است که همان طالبان که آپارتاید جنسیتی را اجرا می کنند و پرسش دیگرش این است که همان گروهی که آموزش دختران و زنان و حق کارشان را رد کرده و دسترسی به آزادی عمل زنان را به مراقبت‌های صحی محدود کرده است؟ حیدربار در پست توییتر نوشته است که این خبر انکشاف تکان دهنده است. او افزوده است که طالبان آموزش زنان را منع ساخته و به آن کار ادامه دادند. در همین حال ملل متحد گفته است که اگر این سازمان نتواند طالبان را ترغیب کند تا به زنان اجازه کار در این نهاد را بدهد، آماده است در ماه می تصمیم خروج از افغانستان را اتخاذ کند. سازمان ملل متحد در افغانستان 3300 کارمند محلی دارد که از آن میان 2700 تن آنان مردان و 600 تنشان زنان هستند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. در حالی که ملل متحد از ختم مأموریتش در ماه می در صورت عدم تغییر در تصمیم منع کار زنان توسط طالبان در ادارات آن سازمان در افغانستان خبر داده بود، حال ملل متحد میگوید که میخواهد نشستی را روی بررسمیت شناختن حکومت طالبان دایر کند. این موضوع باعث واکنش های گسترده در میان افغان ها در رسانه‌های اجتماعی در نفی این نشست شده است. تحلیل بیشتر این موضوع از مهمان این ساعت برنامه میشنویم. خانم نگار میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند با ما هستند. خانم میرداد، سلام و سپاس از وقتتان. سازمان ملل متحد به نحوه معلومات مختلط را ارائه کرده که از یک سو هشدار داده بود که اگر طالبان به زنان اجازه کار نتن از افغانستان خارج می شود، و از سوی دیگر معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد از برگزاری نشسته برای بحث روی به رسمیت شناختن طالبان خبر داده. هدف شما و برداشت شما از این دو پیام ضد نقیض ملل متحد چیست؟ تشکر خانم روزبهی، سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم. ببینین، متاسفانه همونطور که شما گفتین، این ابراز نظرهای سازمان ملل متحد نگرانی بسیار شدیدی را برای ادبای افغانستان ایجاد کرده. هرچند تفاوت زیاد این نشست با نشست‌های قبلی نداره، فقط تفاوتش دمی است که ریاست از این نشست سرمنشی ملل متحد دایر میکنه. اما ما شما شاهد هستیم متاسفانه خود تصامیم جامعه جهانی اما حس جنون فتح را بر طالبان داده و اونا و همی تصامیم باعث شده که اونا فکر کنن که فاتح جهاد یا مبارزه با ناتو و امریکا هستن و امروز افغانستان بر اساس مبارزه از اونا برشان قدستشان آمد. از او خاطر این نشست ها من حدث میزنم که ملل متحد نمیتونه در مخالف چارتر خودش هیچ تصمیمی رو بگیره و در و هر تصمیمی هم در مورد افغانستان مبتنی بر رأی و آرای مردم باشه، نتیجهش تصامیمی است که ما امروز شاهد هستیم که طالبا حاکمیت گرفتن. خب این نشست بار دیگه مثل پروسه مصالحه بدون حضور مردم افغانستان ممکن صورت بگیره در دوها، و از سوی دیگه به نظر شما پیامد این نشست تا چه گروه های دیگه افرادگرایی که متخطی از حقوق بشر هستند را تشویق میکنه تا با فعالیت های از این نوع ادامه بدن؟ خود پیامی که دیروز از طرف ملل متحد و مخصوصا معاونشان آقای محمد
ابراز شده ای یک نوع امتیازدهی و تشویق است برای دیگر گروه ها، هم در حالی که طالبان نظام اپارتاید جنسیتی اینا مستحق تحریم بیشتر هستند، مستحق نه تنها که شناخته شدن نیستن و یا مستحق تحریم های بیشتر، فشار بیشتر از طرف جامعه جهانی هستن. متاسفانه ای ابراز نظرام تو که من در شروع گفتم که یک حس جنون یا حس فتح را بر طالبان ایجاد کرده، از 10 سال به این طرف متاسفانه بازی های جامعه جهانی باعث شده که مردم افغانستان همچنان در سرگردانی و بی سرنوشتی به سر ببرن. بله، خب اگر این نشست طوری که گفته شده روی به مشروعیت شناختن حکومت طالبان باشه، به نظر شما از مرجعی مثل سازمان ملل متحد که بنیاد از او بر اساس حمایت از حقوق بشر نهاده شده، تدویر نشست در بر رسمیت شناختن طالبان تا چقدر باعث به نوع بدنامی هویت ملل متحد خواهد شد؟ خب من عدس میزنم که ملل متحد نمیتونه مخالفم و جارتر خود اینطور یک تصمیم بگیره، چون ما قواعدی که پذیرفته شده است از طرف ملل متحد و جامعه جهانی، طالبان اصلا در هیچ چوکات از او من حیث یک حکومت برابر نیستن. از او خاطر نمیتونن که طالبان را به رسمیت بشناسن و در پهلوی از او هر تصمیمی در مورد افغانستان با دور زدن از مردم افغانستان و مبتنی بر رأی و آرای مردم افغانستان باشه، این افغانستان به طرف جنگای داخلی میبره، مردم ناراض است و همونطور که در 2 سال گذشته مردم در گرو یک گروه تروریستی نه تنها طالبا، گروه های دیگه قرار دارن، از لحاظ اقتصادی اجتماعی از هر لحاظ به مشکلات بسیار شدیدی روبرو هستن و ادامه پیدا میکنه، این نه به نفع مردم افغانستان است، نه به نفع منطقه و نه به نفع جهان. به شکل بسیار خلاصه واکنش شما من حیث یک زن به این مسئله ملل متحد چیست؟ طالبان یگانه نظام در دنیا هستند که مرتکب نه تنها نقض حقوق زنان که نصف از جامعه را حذف کردن از بخش سیاسی اجتماعی از همه بخشا، بلکه اینا مرتکب جنایت جنگی هستند و از هر لحاظ اینا برابر هستند با دیگر گروه های تروریستی که همچنان اکثریت از کابینه از اینا در لیست سیاه ملل متحد به عنوان تروریست ثبت هستند. بله. ما از جامعه جهانی و از کشورهایی که در مورد افغانستان تصمیم میگیرن تقاضا میکنن رئیس شهروند افغانستان که آرای مردم افغانستان را در نظر بگیرن، خواستای زنای افغانستان را در نظر بگیرن و اولویت بدن. ممنون و سپاس از وقتتان خانم میرداد. تشکر از شما. هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. به تمام ولایت‌ها، به تمام ولایات، به تمام محاکم ما می‌بینیم که عدالت تامین است، بین مردم حقوقشان اعطا میشه، صدای مردم شنیده میشه، محاکم با گونه‌ای بسیار خوب و شفاف به دور از فساد فعالیت دارند. کسی که شر در جامعه عام میسازه، جنگ میکنه، مردم میکشه و خونریزی میکنه، علیه آنها از عدالت است که باید آنها از بین برده شد و با کیفر اعمال شومشان سپرده شد. بحرانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، شما به شدت زنان یک جامعه را سرکوب میکنید، با اینکه در اسلام زن را از گور کردن نجات دادن، اسلام شما گور زنها را در افغانستان تندید، چه عدالت می؟ به نهایت جای تأسف است و من متأثر شدم از اینکه آقای مجاهد به عنوان یک کسی که ادعای اسلامی داره و اصل پیامبر را و خود پیامبر را به تمسخر میگیره، میگه او یک بلال حبشی داشت، ما صد تا ما اینجا چندین تا هزاره داریم. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
حالا ما را با چند خبر دیگر از جهان ادامه می‌دهیم. شماره تلفات ناشی از حریق در شفاخانه چنگفینگ در بیجینگ به 29 تن رسیده است. این رویداد یکی از مهلک‌ترین آتش‌سوزی‌ها در طول دو دهه گذشته در بیجینگ تلقی می‌شود. مقامات بر رسانه‌ها گفتند که تمام این تلفات مریض‌هایی بودند که در این شفاخانه به سر می‌بردند. یافته‌های ابتدایی در مورد چگونگی وقوع این حریق حاکی است که این آتش‌سوزی با مشتعل شدن مواد رنگ‌آمیزی که برای ترمیم یک بخش شفاخانه استفاده می‌شد آغاز گردیده بود. استفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان رسما نگرانی خود را به ایالات متحده روی گزارش‌ها مبنی بر جاسوسی و فعالیت‌های استخباراتی ایالات متحده در قبال آنتونیو گوترش منشی عمومی این سازمان و دیگر مقامات آن ابراز کرده است. روزنامه واشنگتن پست در این مقاله به 4 مدرک استخباراتی اشاره کرد که در آن مکالمات گوترش با مقامات ارشد ملل متحد و رهبران جهان به ثبت رسیده است. طبق گزارش‌های مطبوعاتی ایالات متحده، این مدارک مرتبط به وزارت دفاع آمریکا است که اخیراً در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید. ایالات متحده تاکنون به این موضوع واکنشی نشان نداده است. کرملین میگوید که هرگونه تخفیف را علیه بلاروس از سوی اوکراین بدون واکنش نخواهد گذاشت. اوکراین امروز چهارشنبه ابراز داشت که سفیر خود را از منسک برای مشوره فراخوانده است و این تصمیم را بعد از آن گرفت که رئیس جمهور بلاروس با رهبر تعیین شده از سوی مسکو در منطقه شرق اوکراین ملاقات کرد. سخنگوی کرملین به کوشش کره جنوبی و حمایت فراتر مالی و بشری از اوکراین نیز اشاره کرد و افزود که قدر میکوشد تا کشورهای بیشتری را در این تنش شامل سازد. خرطوم مرکز سودان برای پنجمین روز شاهد انفجارها و گلوله‌باری شدید بعد از فروپاشی سری آتش‌بس با میانجیگری بین‌المللی بود. تاکنون حداقل 270 تن در این درگیری‌ها کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به طور جداگانه با رهبران دو جناح رقیب در جنگ از طریق تلفن تماس گرفت و خانه آتش‌بس شد. شرح این گزارش را از همکارم نجیب خلیل می‌شنوید. درگیری‌ها در پایتخت سودان تقاضاهای جهانی برای آتش‌بس را برانگیخته است، اما پرسش‌ها در مورد این که چگونه کشورهای دیگر می‌توانند جنگجویان در خرطوم را متقاعد کنند که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند همچنان باقی است. از روز شنبه درگیری در پایتخت سودان در حال شدت گرفته است که دو جناح قدرتمند کشور برای تسلط قدرت مبارزه می‌کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که پیامی را به رهبران نیروهای مسلح سودان و نیروهای شبه نظامی ارائه کرده است. امروز صبح با جنرال عبدالفتاح برهان و جنرال محمد حمدان داگالو تماس گرفتم و آنها را ترغیب کردم که با آتش بس 24 ساعته موافقت کنند تا به سودانی ها اجازه داده شود که با خاطر آرام به خانواده های خود بپیوندند و تدارکات امدادی مورد نیاز را به دست آورند. جنرال عبدالفتاح برهان برای انجام کودتای سال 2021 با جنرال محمد حمدان داگلو معروف به حمدی و نیروهای خود پیوست، اما آنها سپس به یکدیگر حمله کردند. در اوایل این ماه پس از توقف مذاکرات در مورد انتقال به حکومت غیر نظامی، معترضان به جاده های خرطوم ریختند. قصر سفید میگوید تلاش میکند تا صلح در سودان برقرار شود، اما از اظهار نظر در مورد این که اگر طرفهای متخاصم گوش ندهند چه عواقبی خواهد داشت خودداری کرد. ما در مورد اهمیت از بین بردن تنش بسیار واضح صحبت کرده ایم و شما شنیده اید که آقای بلینکن در این مورد صحبت می کند. شما سخنان همکار من را نیز شنیده اید. من بیشتر از آنچه آنها گفتند نمی گویم. روابط واشنگتن با خرطوم مدت هاست که تیره شده است و ایالات متحده کمک های خود به سودان را در جریان کودتای سال 2021 به حالت تعلیق درآورد. سناتور کریس کونز میگوید نیاز به یک اقدام جمعی وجود دارد. برخی از کاربردها را داریم، اما بازیکنان دیگری در منطقه وجود دارند که در معرض خطر قرار دارند و همچنان انتخابهای را دارند و ما باید با هماهنگی نزدیک با آنها کار کنیم. این کار با اتحادیه عرب آغاز شده است. مصر و سازمان ملل متحد همه میگویند که برای صلح کار خواهند کرد، اما چقدر میتواند شعله های آتش را در خرطوم خاموش کنند؟ و
و اینگونه در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. اما قبل از آن که برنامه خاتمه پیدا کند، به این گزارش توجه کنید. در ماه‌های اخیر ورود غیرقانونی مهاجران افغان از طریق کشورهای آفریقای جنوبی و مکزیکو به ایالات متحده افزایش یافته است. شرح بیشتر در این گزارش. این خانواده افغان پس از عبور از 11 کشور امریکای جنوبی و با دشواری‌های زیاد به تازگی به ایالات متحده امریکا رسیده است. محمد رضا صادقی با خانم و یک کودکش پس از دریافت ویزای بشردوستانه برازیل، این سفر 40 روزه پر از چالش را به امید شروع یک زندگی بهتر آغاز کرد. آنها تجربه های دردناک از این سفر دارند. از پیاده روی های طولانی گرفته تا تحمل گرسنگی و تشنگی و ماندن در میان جنگل ها. اما این پایان چالش های این سفر نیست. آنها اکنون جایی رسیده اند که باید با مشکلات تازه تر مقابله کنند. مشکلات حقوقی و گرفتن وکیل مهاجرت، سرپنا و نداشتن جواز کار. خب محکمه اول آقای قاضی فقط حرفایی را زدن که ما گوش کردیم، یکی در مورد گرفتن وکیل و که اجازه کار و چیزها رو فعلا شما ندارین و آدرس یک چند نهادی را دادن که به اینا در تماس شوین، شاید به شما کمک کنن. ولی در مورد وکیل آقای قاضی زیاد تاکید کردن که حتما وکیل بگیرین که بتونه کارهای شما رو پیش ببره. و الان اینجا هم که هستیم به خاطر گرفتن وکیل و ادامه کار وکیل ادامه بده کارهای دفتری و اداری را. چون محکمه زیاد امروز بودن و محکمه شان هم مکپرسان کردن بهتر بود برشان بعضی ابتدایه، چون از یا ایرنگ هستن، صرف هم قوانین گوش میگیرن تا که محکمه بادیشان ماستر ایرنگ هسته که دو باز تمام مسائل اسایلم خود اپلای کنن، موضوعات خود چی کنن. و فلال موضوعی که هسته، ما امرای یک وکیل شاید یک نیم ساعت بعد یک مجلس داشته باشیم که امرایشان صحبت کنیم که در قسمت کارهای زیاد بعدی استپش، بعدی مرحلهش کدام چیزا ضرورت است که بتانیم امراشان همکاری کنیم. بزرگترین مشکل این پناهجویان در این مرحله نداشتن سرپناه است و اینکه بدون درآمد آنها نمیتوانند خانه ای را کرایه کنند و این چالش تا زمان ادامه خواهد یافت که درخواست پناهندگی این پناهجویان پذیرفته شوند و آنها جواز کار دریافت نمایند. وضعیت خب فعلا خوب نیست دیگه، چون از طرف دولت آمریکا ما نه حق کار داریم، نه حق گرفتن کدام خانه کرای خانه کرایی بگیریم دیگه. وضعیت سخت است بسیار دیگه. الان طبعا دیگه کار که نباشه پولی هم نیست دیگه. به نظر من اگر قبول شویم زندگی خوب است، زندگی خوب میشه. یعنی اگر قبول شویم، اگر قبول نشویم خب دیگه تو خودش شاید یک آدم چی احساس کنیم که دست پا داره اما نمیتونه که از او استفاده کنه. پیش از این یک گزینه دیگر هم برای این پناهجویان وجود داشت و آن عبور غیرقانونی از مرز و رفتن به کانادا بود. گزینه ای که اکنون با امضای موافقتنامه اخیر میان امریکا و کانادا غیر عملی شده است. به اساس ارزیابی ما که تعداد مردمایی که به ما مراجعه میکنن راجع به قضایی که از راه غیر قانونی از مکزیکو آمدن، تعدادشان روز به روز اضافه تر شده میره، چون اخیرا استاتستیک معلومات ارقامی را که در خود سرحد در سرحد مکزیکو یا چی کرده بودن دریافت کرده بودن، حتی امکان داره که شاید تا ماه سپتامبر و دسامبر شاید در حدوده درودور 3 تا 4 هزار مهاجر افغان اضافه شوند است. پس از آغاز مجدد حکومت طالبان در اواسط سال 2021، بیش از 80 هزار شهروند افغانستان در یک برنامه تخلیه توسط دولت امریکا به این کشور منتقل شدند. اما اکنون شمار دیگر در تلاشند تا به صورت غیرقانونی و با عبور از کشورهای امریکای جنوبی از جمله مکزیکو خود را به ایالات متحده برسانند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای